ما در جایی در اورشلیم هستم که کلام مقدس خدا میگه که این زمین را عیسی مسیح خداوند در پیش پیلاتوس آوردن. یهودی ها بسیار پر از خشم بودن و شخصی را به نام باراباس که یک دزد بود، یک کسی که جنایتکار بود، او را میخواستن رها کنن به جای عیسی مسیح خداوند. و بسیار جالب است که خداوند عیسی مسیح را پیش پیلاتوس بردن و پیلاتوس ازش تحقیق کرد و حتی گفت که آیا این شخص شما میخواین که مصلوب کنین؟ و نالکنان گفت بله. کلام مقدس خدا ایرا در انجیل متا که ما فی الحال میخواییم ازش بخوانم برای شما ایرا میگذارم، اینجا بخش میکنم از انجیل متا فصل 27 که در انجیل به زبان دری چنین نوشته شده: در این هنگام عیسی را به حضور والی آوردند. والی از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی فرمود: همان است که میگویی. ولی عیسی به تهمت هایی که سران کاهنان و بزرگان قوم به او میزدند جوابی نمیداد. آنگاه پیلاتوس در کلام مقدس خدا در اینجا نوشته است، به او گفت: آیا این شهادت هایی را که بر ضد تو میدهند نمیشنوی؟ پیلاتوس از عیسی خداوند ایره سوال کرد: تو نمیشنوی که مردم برخلاف چی میگه؟ اما او، یعنی عیسی، حتی یک کلمه هم جواب نداد، به طوری که والی بسیار تعجب کرد. در آیت 15 ما میخوانیم: در ایام عید رسم والی این بود که یک زندانی را به خواهش مردم آزاد میساخت. در آن زمان شخص بسیار معروف به نام برابا، در ایجا نوشته است در زندان بود. وقت مردم اجتماع کردن، پیلاتوس با آنها گفت: می خواهید کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم؟ برابا یا عیسی معروف به مسیح را؟ زیرا او می دانست که یهودیان از روی حسد عیسی را به او تسلیم کرده اند. پیلاتوس می فهمید ایرا. او می فهمید که حسد است. او می فهمید که رنجش مذهبی است که عیسی را آوردن برای مصلوب کردن. هنگامی که پیلاتوس در دیوان خانه نشسته بود، همسرش پیغامی به این شرح برای او فرستادند. در حقیقتش در اینی محل بود که مردم ها غال مغال می کردن و نالکنان می گفتن که برابا را آزاد کو، مصلوب کو عیسی مسیح را. خود پیلاتوس که فلحال ایجا مسدود شده، ایجا یک دروازه بوده، اینمی زینه هاییست، تپه هاییست که شما میبینین که عیسی مسیح را آورد، خودش داخل بود و عوام، مردم اجازه نداشتن اوجا برن و عیسی مسیح را اول در اوجا برده بودن پیش پیلاتوس. و اما ما در کلام مقدس خدا می خوانیم که هنگامی که پیلاتوس در دیوان خانه نشسته بود، همسرش پیامی به این شرح برای او فرستاد: با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش. در کلام خدا در مورد خداوند ما عیسی مسیح ما چی می خوانیم؟ او گناه نکرد، او گناه را ندانست، در او گناه نبود، واقعا او بیگناه، یک بیگناه برای همه گناهکاران قربان میشه ایجا. من دیشب به خاطر او
در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم. خداوند از طریق خوابها با ما صحبت میکنه. ضمناً سران کاهنان و بزرگان قوم جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاطوس بخواهند که بارابا را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند. پس وقت والی از آنها پرسید کدام یک از این دو نفر را که میخواهید برایتان آزاد سازم؟ آنها گفتند بارابا را. پیلاطوس پرسید پس با عیسی معروف به مسیح چه کنم؟ و آنها یک صدا گفتند مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاطوس سوال کرده گفت چرا؟ چه گناهی کرده است؟ اما آنها با فریاد بلندتر گفتند مصلوبش کن. وقتی پیلاطوس دید که دیگر فایده ای ندارد و ممکن است شورش ایجاد شود، آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت من از خون این مرد بری هستم. شما مسئولید، خودتان مسئولید. مردم یک صدا فریاد کردند خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. پس از آن بارابا را برای آنها آزاد کرد و فرمان داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد. در اینجا ما دو گروه را میبینیم. یک فرمان روای رومی که او زنش برش پیام فرستاده که خدا در خواب کتش صحبت کرده که این مرد هیچ گناهی نکرده، او را آزاد کو، او را ضرر نرسان. دیگه یهودی هاست که کلام مقدس خدا میگه که او آمد بر نجات ازوا. او در دنیا بود، دنیا به وسیله او ساخته شد و اما دنیا او را نشناخت و اما یهودی ها او را میشناختند. چرا که در تمام کلام مقدس در عهد عتیق در مورد عیسی خداوند تمامی نبوت ها شده. شما از کتاب پیدایش گرفته تا کتاب ملاکی تماماً نبوت ها را در مورد آمد منجی بشر، در مورد آمد مسیح، در مورد مصلوب شدنش اشعیا نبی بسیار واضح میکنه در فصل 52 قسمت آخرش و تمام فصل 53 کتاب نبوت خود که او به خاطر ما مضروب شد، به خاطر ما زخمی شد، او را مثل یک گوسفند پیش پشمچین برد و اما او دهان خود واز نکرد. و در اینجا ما میبینیم که چقدر حقیقت است. و پیلاطوس ازش میپرسه، ازش واضح میپرسه، ولی عیسی به تهمت هایی که سران کاهنان و بزرگان قوم به او میزدند جوابی نمیداد. آنگاه پیلاطوس به او گفت آیا این شهادت هایی را که بر ضد تو میدهند نمیشنوی؟ اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد و به طوری که والی بسیار تعجب کرد. چقدر صداقت میکنه نبوت اشعیا نبی در مورد خداوند عیسی مسیح که او را مثل گوسفند پیش کسایی که پشم میگیره برد و اما او دهان خود را باز نکرد. و ما میخوانیم که در ایام عید یهودیا یک قسم یک رواج بود که والی منطقه، فرمان روای منطقه یک نفر را آزاد میکرد. در یک طرف براباس که او جنایتکار است، مشهور معروف جنایتکار است، طرف دیگر عیسی مسیح است، کسی که گناه نکرد، کسی که گناه را ندانست، کسی که در او گناه نبود، کسی که مقدس. و پیلاطوس با وجود از اینکه خانومش برش حتی پیام میفرسته که این مرد ما در خواب دیدیم، خداوند در خواب ما ظاهر شده برای ما گفته که به او ضرر نرسان، و اما پیلاطوس باز هم کوشش میکنه که عیسی مصلوب نشوه. پلان خدا جداست. عیسی مسیح خداوند در فصل
17 انجیل مقدس یوحنا واضح میکنه در مورد پلان ابدی خداوند. عیسی مسیح خداوند در فصل 10 انجیل مقدس یوحنا واضح میکنه، حتی واضح تر در آیه 17 میگه هیچ کسی جان مرا از من گرفته نمیتونه. آیه 18 میگه که هیچ کسی قدرت نداره که ایره بکنه، یعنی مرا بکشه. من خودم خدا فدا میکنم و اختیار دارم که خودم خدا فدا کنم، اختیار دارم که پاس دوباره از زندگی خدا بگیرم، یعنی دوباره خدا زنده کنم. پلان خدا جدا و اما پلان مردم جدا. از نقطه نگاه انسانیت یک کسی کشته شد، یک کسی بناحق کشته شد، و اما از نقطه نگاه خدا یگانه پسر خدا آمد تا که کفاره گناه های ما و تو را بپردازه. او قربان شد. ما در اینجا می خوانیم که پیلاتوس می پرسه از مردم، مثل که همسرش پیامی به این شرح برای از او می فرسته که با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم. ضمناً سران کاهنان و بزرگان قوم جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاتوس بخواند که برابا را آزاد سازند و عیسی را اعدام کنند. پس وقتی والی از آنها پرسید کدام یک از این دو نفر را میخواهید برایتان آزاد سازم، آنها گفتند برابا را. پیلاتوس پرسید پس با عیسی معروف به مسیح چه کنم؟ آنها یک صدا گفتن مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس سوال کرده گفت چرا، چرا، چه گناهی کرده است؟ اما آنها با فریاد بلندتری گفتن مصلوبش کن، مصلوبش کن. وقتی پیلاتوس دید که دیگر فایده ای ندارد و ممکن است شورش ایجاد شود، اینجا مسئله سیاست است، یک سیاستدان به جای از این که عدالت بکنه و انصاف بکنه، او ناانصافی میکنه. پیلاتوس میتونست که آزاد کنه عیسی مسیح را، و اما نقشه خدا ایست که خدا پیلاتوس را آزاد کنه، خدا ما و خودت را آزاد کنه. وطندارای عزیز ما، آیا هیچ متوجه شدین که گناهان ما، به خاطر گناهان ما، به سبب گناهان ما او محکوم شد؟ اشعیای نبی در فصل 53 ای را بسیار واضح میکنه. آیا متوجه شدین که ما و خودت عیسی مسیح را در حقیقتش مصلوب کردیم و پیلاتوس هم و او کسایی که ناله میکردن که ایره مصلوب کو وا هم؟ شما شاید ایره بگوین که نه، ما خود نکردیم این کار را، این کار من نیست، این عمل من نیست. و اما کلام خدا برای ما ایره واضح میکنه. کلام خدا برای ما میگه که بله، ما هستیم که عیسی مسیح را مصلوب کردیم. گناهان ماست که بر او انداخته شد، به خاطر ماست که او مضروب شد، به خاطر ماست که او زخمی شد. ما مقصر بودیم و اما قصور ما را، گناه ما را او بر دوش خود حمل نمود. از زخم های او ما شفا یافتیم، در کلام مقدس خدا میخوانیم. و پیلاتوس سوال کرد چرا، چه گناهی کرده است؟ اما آنها فریاد بلند کردند مصلوبش کن. وقتی پیلاتوس دید که فایده ای ندارد و ممکن است شورش ایجاد شود، اینجا مسئله سیاست می آید. آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت من از خون این مرد بری هستم. نه، پیلاتوس می توانست آزاد کنه و اما نکرد. از نقطه نگاه عدالت انسانی، ضمیر انسانی، عیسی مسیح کشته شد، او را کشتند. مثل که در انگلیسی میگه murder، یک کتاب نوشته شده The Murder of Jesus، کشتن عیسی، قتل عیسی. و ما از نقطه نگاه خدا او قربان شد به خاطر موت، او جان را به کف نهاد تا که ما را آزاد بکنه، ما را نجات بده. من از خون این مرد بری هستم، شما مسئولید. نه، ای پیلاتوس، تو مسئول هستی. مردم یک صدا فریاد کردن، با یک صدا خون این مرد به گردن ما
و فرزندان ما باشد. پس از آن برابا را برای آنها آزاد کرد و فرمان داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد. در کلام مقدس خدا ما میخوانیم که بالاخره امی کار شد و عساکر پیلاتوس عیسی را به حویلی قصر والی بردند و تمام عساکر به دور او جمع شدند که داخل ازی مکان است. در این طرف پیلاتوس در پشت سر ما در این مکان قصرش بود، زندگی میکرد. عساکر پیلاتوس عیسی را به حویلی قصر والی بردند و تمام عساکر به دور او جمع شدند. اول لباس عیسی را در آوردند و ردای ارغوانی رنگی به او پوشاندند و تاج از خار بافته بر سرش نهادند، تاج خارها را، و چوبی به دست او دادند و در برابر او زانو زده بر ریشخند می گفتند: درود بر پادشاه یهود. آنها آب دهان بر او انداختند، تف کردند و با چوبی که در دستش بود بر سرش می زدند. آخر از مسخره کردن او دست برداشتند و آن ردا را در آورده لباس خودش را به او پوشانیدند. آنگاه او را بردند تا مصلوب کنند. بسیاری از اوقات وطندارای عزیز ما، و من شخصا به همین مفکوره خود ما بودم وقتی که من مسلمان بودم، پس من خود ایجا مقصر می دانم، چون من دانش ما از کلام خدا، بینش ما از حقیقت، ضمیر ما از چیزی که خداوند مرا میخواست که بدانم کور بود. من نابینا بودم، من اینمی را فکر میکردم. وطندارای ما برای ما همیشه می نویسند، شما ای را خواندین در دورانی که برنامه های زنده دارم، کامنت میتن چه قسم خدای را پرستش میکنین که او خود حتی نجات داده نتانیست. او نامد که خود را نجات بده. او مطابق نبوت هایی که خودش توسط انبیا ای را برای ما واضح کرده بود، هزارها سال پیش، صدها سال پیش، بالخصوص نبوت از اشیای نبی در فصل 53 کتاب نبوت اشیای نبی که میگه: اما چی کسی این حقیقت را باور میکند؟ با چی کسی خداوند این حقیقت را آشکار ساخته است؟ خداوند مقدر کرده بود که بنده اش مانند نهال در زمین خشک بروید و ریشه بدواند. عیسی مسیح خالق، او بنده شد، او انسان شد تا ما را بندگی درست نشان بده. و اما در مورد خداوند نوشته است: او از جمال و زیبایی بهره نداشت، چون او را قدر زده بودند که او از شکلش خون می آمد، خون آلود بود. اینمی یکی از مشکلترین حسی هست که مسلمانان نمی تانه ای را هضم بکنن، نمی تانن هضم بکنن. مثلا تمامی تاریخ غیر اسلامی به ای باورند که شخصی، مردی، معلمی یا هر که فکر میکنیم ما خداوند میگیم، واقعا مصلوب شد. جوزیفس که یکی از علمای تاریخ بسیار قوی دانسته میشد در بین یهودیا، مسیحیا و غیر یهودیا و مسیحیا، واضح میکنه در کتاب خود، در کتاب جوزیفس، در کتاب کومنتری جوزیفس، که عیسی مصلوب شد. هر چیز واضح است. این ما از داخل کتاب مقدس نمیگم، خارج از کتاب مقدس واضح است در تاریخ که او مصلوب شد. و اما وقتی که ما در الهیات اسلامی میخوانیم، رد میکنه مصلوب شدن عیسی مسیح را که 700 سال بعد از مصلوب شدن عیسی مسیح کتاب از وان نوشته شده. و این جای بسیار تأسف است که چطور مردم او را باور میکنن. تاریخ کاملا
رد میکنه، چیزی که حقیقت است او را رد میکنن، و چیزی که غیر حقیقی است که او مصلوب نشد، به جای او کسی دیگر مصلوب کردن که مردم بازی بخوره و هم شکلش باشه. خدا را ناانصاف میسازن، خدا ناانصاف نیست. مسیح آمد که به خاطر ما مصلوب شد و او خدای پر از انصاف کامل، کسی دیگر از یخنش گرفته به خاطر کسی که دوست داره مصلوب نمی کنه که دوست خود آزاد کنه، چون خدا تمامی انسان ها را یکسان دوست داره. و اونمو خدا خودش به صورت انسان آمد که مصلوب شد و او این کار را نمی کنه. و کلام در کلام مقدس خدا ما می خوانیم در باغ گتسمنی و یا جتسمانی، عیسی خداوند یک دعا می کنه در حضور پدر، میگه اگر ممکن است پیاله را از من بردار، و اما نه اراده ما بلکه اراده تو پوره شوه. و در این فصل 53 اشعیا نبی تمامی اونمون نبوت ها را ما می بینیم در مورد محکوم شدن عیسی مسیح به مرگ، در مورد قربانی عیسی مسیح به خاطر گناهان ما، و در مورد از ای که از مضروب شدن او، از مردن او ما شفا یافتیم، ما نجات یافتیم. نوشته است پیش مردم خوار بود و او را رد کردند، اما او همه رنج و درد را متحمل شد. هیچ کسی نمی خواست بروی او نگاه کند، همه او را حقیر می شمردند و ارزشی برایش قائل نبودند. او غمهای ما را به جان خود گرفت و دردهای ما را بر دوش خود حمل کرد. ولی ما فکر کردیم درد و رنج او جزایی است که از جانب خدا بر او نازل شده است. او در حقیقت به خاطر گناه ما و خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همه مثل گوسفندان سرگردان گمراه شده و به راه خود روان بودیم، اما خداوند گناه همه ما را به گردن او نهاد. بر او ظلم شد اما با فروتنی تحمل کرد و از زبانش حرف شکایت شنیده نشد. مثل بره‌ای او را به کشتارگاه بردند و مانند گوسفندی که پیش پشمچین خاموش می ایستد دهان خود را باز نکرد. او دستگیر، زندانی و محکوم و مرگ شد. بله، اینمی جا او را محکوم کرد پیلاتوس، اینمی مقام او را محکوم کرد به مرگ، و یهودیاد اینمی ساحه بودن و غال مغال می کردن که مصلوب کو، مصلوب کو، مصلوب کو، بر رابار آزاد کو، بر رابار آزاد کو. و چی می گفتن؟ ای مردم، ملاها، مذهبی ها چی می گفتن؟ مردم یک صدا و فریاد کردن خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. پس از آن برابا را برای آنها آزاد کرد. خون از این مرد بر ما و فرزندان ما باشد. وقتی که تاریخ یهودی ها را می خوانیم، بالای یهودی های قدر ظلم که شده بالای هیچ کسی واقع نشده. بعض وقتا من فکر می کنم که این ظلم خود از یاسر خود آورده، منجی بشر، منجی خودشان، مسیح خودشان که در کتاب خودشان برشان واضح بود که او میای بر نجاتشان، او را رد کردند، او را مصلوب کردند. جالب است خداوند در این ایام آخر یهودی ها را دوباره به اسرائیل برگردانده، مطابق شفقت خود، مطابق محبت خود، مطابق فیض خود دوباره وارا ایجا آورده. چرا؟ به خاطر از اینکه نبوتی که خداوند در مورد از واکده میخوای باز هم در آخر پوره بکنه، که شما در برنامه های سفر ما از اسرائیل ایرا حتما یا دیدین یا میبینین. در کلام خدا ما میخوانیم
که بر او ظلم شد اما با فروتنی تحمل کرد. از زبانش حرف شکایت شنیده نشد. مثل بره او را به کشتارگاه بردن. او مانند گوسفندی که پیش پشمچین خاموش میستد دهان خود را باز نکرد. عین چیز. پشمچین ایجا کیست؟ مردم. ما او خودت. پیلاتوس. پیشش آورد. دهان خود را باز نکرد. زنش برش پیام رایی کرد که ما دیشو در خو دیدیم. خداوند در خو معاملکی بیگناست. و اما باز هم مصلوب شد. او را حکمش جاری کردن. سیاست و چوکی خود زیادتر خوش کرد پیلاتوس به نسبت از ای که او باید انصاف می کرد. کلام خدا در ایجا نشسته، او دستگیر، زندانی و محکوم به مرگ شد. او را به خاطر گناهان مردم کشتند و وقتی کشته شد هیچ کسی اعتنایی نکرد. او را با گناهکاران به خاک سپردند و با ثروتمندان دفن شد. هرچند او به کسی ظلم نکرده و هیچ حرف دروغ از زبانش شنیده نشده بود، اما خواست خداوند این بود که او درد و رنج بکشد و قربانی گردد تا گناهان دیگران بخشیده شود. به این ترتیب صاحب فرزندان زیاد شده عمر طولانی می‌یابد و به وسیله او مرام خداوند حاصل می‌گردد. چقدر مردم به عیسی مسیح ایمان می‌آره؟ در افغانستان خدا را شکر به تعداد هزارها ایمان می‌آره و این نبوت شده و به این ترتیب صاحب فرزندان زیاد شده عمر طولانی می‌یابد و به وسیله او مرام خداوند حاصل می‌گردد و وقتی ببیند رنج و عذابی که کشیده است چه ثمری بار آورده است، خوشنود و راضی می‌شود. بنده عادل من گناهان بسیاری را به گردن می‌گیرد و من به خاطر او آنها را می‌بخشم. بنابر آن من او را به مقام افتخار نائل می کنم و با اشخاص بزرگ هم نشین می سازم، زیرا او جان خود را فدا کرد، در حمله در جمله گناهکاران به شمار رفت، گناه مردم را به گردن گرفت و شفاعت خواه خطاکاران شد. او شفاعت خواه ما و شما شد. ایست داستان محکومیت عیسی مسیح خداوند. اوست که گناهان ما را بر خود گرفت و در رساله عبرانیان ما ایرا واضح می خوانیم. تمام نقشه خداوند، خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و براهای مختلف به وسیله انبیا با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده، مقام مسیر ببینین اینجا، و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجودی است، یعنی عیسی مسیح خود خدا سیجا، و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد. کدام انسانی را می تانه؟ و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. عیسی دوباره برمیگرده. او مصلوب شد به خاطر ما، او محکوم شد به خاطر ما، او مضروب شد به خاطر ما، به خاطر ما و خودت، تا که ما و خودت نجات بیافیم. و او ادعای از وطندارای عزیز ما که ایرا رشخندی میکنن و میگن که چه قسم خدا دارین که خدا نجات دادن نتانست، عین مثل دو نفری که در دو پهلوی عیسی مسیح مصلوب شده بودن و یکش رشخند کرده گفت که اگر تو بچه خداست خودم نجات بیتی، مارم نجات بیتی نه، و دیگه هم رشخندی میکردن از زیر صلیب. و اما دیگری از او دزدها، از او جنایتکاری که در پهلوی عیسی مسیح مصلوب شده بود گفت خجالت بکش، او نفر دیگر گفت ما و تو خو مطابق گناهی که کردیم، جنایتی که کردیم مصلوب هستیم، و اما ای هیچ خطایی نکرده، هیچ گناهی نکرده. و او دعا کرد گفت ای عیسی، وقتی در ملکوتت آمدی مرا فراموش نکو. و عیسی چی میگه؟ امروز با ما در فردوس هستی. اگر شما فکر میکنین با ریشخندیتان که میگین چه قسم خدا دارین که خدا نجات نداده داده نتانسته، او نامد که خدا نجات بده، او آمد که تو را نجات بده. وطنداری عزیزم، جان را به کف نهاد، شما را نجات داد، ما را نجات داد. او آمد که ما و خودت نجات بده، نه که خدا. او
لازم نیست که خدا نجات به تعظیم خاطر در انجیل مقدس یوحنا ما بسیار واضح میخوانیم و او واضح برای ما ایره میگه که هیچ کس قدرت از ایره نداره که مرا بکشه و اما من خودم حاضر هستم که ایره به خاطر شما خودم حاضر هستم که ای کار را بکنم و فدا شوم. پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا می کنم. آیت 17 فصل 10 انجیل یوحنا. تا آن را بار دیگر بازیابم هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من به خواهش خود آن را فدا می کنم. اختیار دارم. کلمه اگزوسیا استفاده شده در اینجا از لسان یونانی به معنای اختیاری که تنها در دست خداست، اختیار زندگی و موت تماما در اختیار خداست. عیسی مسیح ای را اعلام میکنه که اونمو اختیار از ما است. پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا میکنم تا آن را بار دیگر بازیابم. هیچ کس جان مرا از من نمیگیرد، نه پیلاتوس، نه مردمی که ناله میکنن مصلوبش کو، مصلوبش کو، مصلوبش کو، بر رابا را رها کو، بر رابا را رها کو. نیوا، بلکه او خودش از نقطه نگاه خداوند آمد که به خاطر موت او مصلوب شوه و میگه که من اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. پدر این امر را برای من داده است. از امون خاطر است که عیسی مسیح به خاطر گناهان موت او مصلوب شد، نه که خود نجات بته، موتور نجات بته، مو خودت نجات بته. او مصلوب شد، مرد، دفن شد، اما در روز سیوم از مردگان برخاست. این گلها را ببینین خوشبوست و اما پژمرده میشه، از بین میره. مو خودت هم همه قسم تولد میشیم و بالاخره میریم و اما دو جای داریم که ما میتونیم بریم، یا جنت پیش خدا جایی که همیشه تابنده می باشیم از این گلها که در خوشبوتر جایی، بهتر جایی، و یا جهنم جایی که شما عیسی مسیح را، پیام عیسی مسیح را، انجیل عیسی مسیح را، خبر خوش عیسی مسیح را رد می کنین، مثل از او کسایی که در ایجا بودن، در ای چهار طرف بودن. بر رابا را رها کو، بر رابا را رها کو، مسیر مسلوب کو، مسیر م... آیا شما او را میگین؟ تمامی چیزا فلحال در عدالت ضمیر شماست. خداوند به شما اختیار داده که او را رد کنین و یا بپذیرین. کلام خدا میگه زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. خداوند ای بخشش، ای توفر بر شما میته و اما مربوط به شماست که چی میکنین، رد میکنین یا ای توفر میگیرین. شما گیرنده ای توفه هستین، خدا دهنده ای توفه است. اگر خدا ای توفه نجات و حیات ابدی را از طریق بخشش گناه ها که در تنها در مسیح عیسی موجود است، چون کلام خدا واضح میگه رومیان فصل 3 آیه 23 همه گناه کردن و از جلال خدا محرومند، یعنی همه ما از جلال خدا محروم هستیم، هیچ امکان نداره هیچ انسان خدا نجات داده بتانه. و اما به وساطت خونبهای آزادی که عیسی مسیح برای ماست، به وساطت از او قربانی که عیسی مسیح برای ما داده، کلام مقدس خدا چی میگه؟ اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که خونبهای آزادی آنهاست به طور رایگان عادل شمرده می شوند. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده است و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نموده، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی مسیح ایمان می آورد عادل می شمارد. چون خلاصه انسان چیز، همه گناه کرده اند. این در فصل 3 رساله پولس رسول به رومیان واضح ما می خوانیم که حتی یک نفر نیست. اگر شما فکر میکنید او با کارها اعمال نیکتان شما خدا را خوشنود میسازین، کلام خدا میگه هرگز نمیتونین، شما گناهکار هستین، از گناه تنها گناه میآید. اما یک صادق
یک کامل، یک بیگناه لازم است که زامن شما شود. هیچ پیامبر، هیچ نبیه که شما فکر میکنین، پیر و مرشده که شما فکر میکنین، هیچ کسی که شما او را امام فکر میکنین، پیامبر فکر میکنین، نمیتونه زامن شما شود. هیچ کسی بجز مسیح، چون حتی یک نفر نیست که عادل باشه، کسی نیست که بفهمد و یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خداوند رو گردانیدند، همگی از راه راست دور شدند، حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر باز است، زبانشان را برای فریب دادن به کار میبرند و از لبهایشان سخنان مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنامهای زننده و بدی است و پاهایشان برای خون ریزی تندرو است. به هر جا که می روند ویرانی و بدبختی به جا می گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظرشان نمی رسد. حالات وطن ما افغانستان ببینین، تمامی نظمی چیزایی را که من خواندم کاملا تصدیق میکنه که انسان به اینمی ترتیب است و تصدیق میکنه که ما خود نجات داده نمیتانیم و تنها عیسی مسیح که ما را نجات داده میتانه. در این مقام، جایی که عیسی مسیح محکوم شد، پیلاتوس او را محکوم کرد، مردم گفت او را مصلوب کنین، مردم گفت یک جنایتکار را که براباس او را آزاد کنین. در این جمع برای شما دعا میکنم، دعا میکنم که خداوند چشمان ما را باز بکنه، چشمان همگی ما را باز بکنه که حقیقت مسیح را ما بشناسیم، مسیح را بشناسیم، چون مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر آمده نمیتانه. و کلام مقدس خدا ایره ثابت میکنه برای ما، واضح میکنه. پشت قصه از او کسا نگردین که میگن که انجیل تغییر کرده، انجیل باطل شده. خدا به بطالت نیست، انجیل باطل نمیشه. انجیل قدرت خداست و انسان قدرت نداره که ایره تغییر بده. نه، خدا ایرا پت نکد در زیر کدام سنگ و یاد کدام غار، در دست انسان بر رهنمایی انسان داد، بر شما داد که شما نجات بیافین، شما نجات بیافین. خداوند شما را برکت بده در نام قدوس عیسی مسیح خداوند. ای آسمان و ای زمین، حمد خدا بند را بخوان، کرد و محبت به حد و داد بر صلیب خود را ز جان، کرد و محبت. مده راهی هستم که میگن خداوند عیسی مسیح را بعد از اینکه مسلوب کردن برای دفن دایی مقام آوردن. حالی در اوجه یک کلیسا تعمیر شده که نام از کلیسا را ماندن The Holy Sepulchre و قبر مقدس نامش را ماندن. کسایی که اینجا اداره میکنن را و در اوجه میریم میبینیم جایی که خداوند دفن شد و اما در روز سیوم از مردگان برخاست. دو مقام است که به این ترتیب به او میگن. مقام دیگهش در پیش کلیسای انگلیکان، کلیسای بشارتی است و اما این مربوط به فکر میکنون کاتولیک ها باشه و شما ای را بسیار واضح دیده میکنین. من میخواییم که حال شما را در وجبه برم، امیدوار استم که دیده، بخاطر که داخل تاریک است. اینی مقام است. یوسف ارمتیا که کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده بود و او بسیار پولدار بود و او یکی از کلانترا بود و همچنین عضو شورای یهودی ها هم بود،
او گفت که عیسی مسیح را برای ما بتین، جسد عیسی مسیح را برای ما بتین. و جسد خداوند عیسی مسیح را گرفته در قبری که خود از او خریده بود با پول خود، که در او قبر قبلا هیچ کسی دیگر دفن نشده بود و دفن نشده بود، در اوجه آوردن دفن کردن. بالا عزیز اینا بالا میشیم. دیج است، بسیار بیربار است امروز دیج، و ما دیج میگن که خداوند عیسی مسیح را مسلوب کردن. این بالای از جایی است که عیسی مسیح خداوند دفن شده بود و اما قبرش خالی است. مردم میجمعن و میبینن و مقام عکس میگیرن و ما برای ما و شما که مسیح هستیم متوجه باشیم که یک زیارت نیست. ما به زیارت باور نداریم چون قبری او خالی است. ما به یک قبر رفته، به کسی که مرده، به او باور نداریم، و اما به عیسی خداوند زنده باور داریم که او کسی است که زنده هست امروز. شام در میتن فلحال در بالای ازی یک منزل تعمیر کردن برای محافظتش، و همچنین برای ازی که یال در دست بعضی مذهبی هاست و اینمی مقامی که شما میبینید، اینمی جا خداوند عیسی مسیح را ما در کلام خدا که میخوانیم که او دفن شد و اما در روز سیوم برخاست. در روز سه او از مردگان برخاست. بسیاری ها در اینجا لعن زدن که داخلش برن، شاید خبر ندارم، و ماینمی اونمون مقام است که خداوند عیسی مسیح دفن شد و اما در روز سه او برخاست. و کامره را در میتون تا که آواز من را شما خوبتر بشنویم. این جای است مردم بسیار اینجا هجوم آوردن. کلام خدا میگه که بعد از ای که شبت خلاص شد وقتش، اول خانم ها بالای قبر خداوند عیسی مسیح رفتن و دینی مقام است، و در اوجا دو فرشته ظاهر شد به وا که گفت چرا زنده را در میان مردگان میبینین؟ چرا زنده را در میان مرده ها تلاش دارین؟ او ایجا نیست، زنده شده. عیسی مسیح خداوند زنده شده، او زنده هست، و در حیات او، در زندگی او، ما کسانی که به او ایمان داریم زندگی داریم.
در او ما حیات داریم. امید زنده ما خداوند عیسی مسیح. عیسی در اینجا نیست، در داخل از این قبر نیست، یک قبر خالی 100%. خداوند زنده است و او در آسمان ها هست، جایی که یک روز ما کسانی که مؤمنینش هستیم میریم. او گفت مضطرب نشوین، قلبتان مضطرب نشود، به خدا ایمان داشین و ما هم توکل و ایمان داشته باشیم. در خانه پدر من منازل بسیار زیاد است، اگر نمی بود برای شما می گفتم. من میرم که برای شما مکانی بسازم، و وقتی که رفتم مکانی برای شما ساختم دوباره بر می گردم، و در جایی که من هستم شما هم می مانیم. عیسی مسیح زنده است. یکی شاگرداهش ازش پرسید که خداوندا ما نمی فهمیم در کجا میریم و رایش چطور بفهمیم. گفت که من راه، راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر آمده نمیتانه. عیسی مسیح زنده است. قبر او کاملا خالی است. او قیام کرده. در قیام عیسی کسانی که به او ایمان می آورند و هم قیام می کنند. در عهد عتیق در کتاب ایوب در باب 19 در مورد رستاخیز عیسی مسیح خداوند ما این قسم می خوانیم. آیات 23, 24, 25 و 26 ای کاش سخنان مرا کسی یاد داشت می کرد و در کتابی می نوشت، و یا با قلم آهنین برای همیشه بر سنگ حق می نمود. زیرا می دانم که نجات بخشای من زنده است و سرانجام به زمین خواهد ایستاد، و یقین دارم که حتی پس از آن که گوشت و پوست بدنم بپوسند خدا را میبینم. کلام مقدس خدا نه تنها در این نبوت در مورد رستاخیز عیسی مسیح صحبت میکنه، بلکه در مورد رستاخیز هر آن که به عیسی مسیح ایمان میاره هم صحبت میکنه. کلام مقدس خدا در عهد جدید در انجیل مقدس لوقا در باب 24 این قسم میگه: صبح وقت سر قبر آمدند. در ایجا در کلام مقدس خدا نوشته است در روز اول هفته، یعنی یک شنبه صبح وقت سر قبر آمدند و هنوتی را که تهیه کرده بودند با خود آوردند. آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلطانیده شده، و وقتی به داخل رفتند از جسد عیسی اثری نبود. پریشان و نگران در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباسهای نورانی در پهلویشان ایستادند. زنان سخت ترسیدند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند: چرا زنده را در میان مردگان می جویید؟ او اینجا نیست بلکه زنده شده است. آن چرا که در وقت بودن در جلیل به شما گفت بیاد بیاورید که چطور پسر انسان می بایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سیم زنده شود. کلام مقدس خدا بر ما میگه که عیسی مسیح زنده است. فرشته ها و زنها که پیروان عیسی مسیح بودند ایره گفتند.
خداوند بار اول به خانوم ها ظاهر میشه بعد از رستاخیزش، به خاطر از اینکه مردها یک کمی سنگدلی دارن، یک کمی فکر میکنن که باش که من از طریق خود تلاش کنم بعضی چیزها را حل کنم، و اما خانوم ها باور میکنند، باور میکنند و با ای که دلشان گرفتگی بود، غم داشتن، آمدن مطابق رسوم از او وقت که در قبر بیاین، چون متوجه میشیم که روز جمعه شبات شروع میشه، روز شنبه شبات است و در روز اول هفته که یک شنبه باشه و میاین سر قبر، و اما در اوجا جسد عیسی مسیح را نمیبینن، میبینن که سنگ برداشته شده و دو فرشته با آواز ظاهر میشه، میگه که چرا زنده را در میان مرده ها تلاش میکنین؟ او ایجا نیست، او زنده شده، اما قسمی که برای شما در وقتی که در جلیل بود برای شما گفته بود که او به دست گناهکارا سپرده میشه و او مصلوب میشه، او قربان میشه، و اما در روز سیوم از مردگان قیام میکنه. عیسی مسیح قیام کرده و پولوس رسول برای ما ایرا واضح تر میگه. اگر ما رساله اول قرنتیان میخوانیم در مورد رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح، پولوس رسول برای ما میگه گوش دهید، گوش دهید تا راز را برای شما فاش سازم، همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن، به محض آن که صدای شیپور آخر شنیده شود تغییر خواهیم یافت، زیرا شیپور به صدا در می آید و مردگان برای زندگی فنا ناپذیر زنده می شوند و ما نیز تغییر خواهیم یافت، زیرا فنا باید با بقا پوشیده شود و مرگ با زندگی ابدی پوشیده گردد. زمانی که فنا با بقا و مرگ با زندگی پوشیده شود، آنچه نوشته شده است تمام خواهد شد، که مرگ نابود گشته و پیروزی کامل گردیده است. ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ و ای موت، نیش تو کجا؟ عیسی مسیح زنده است. پولس رسول میگه تمامی مؤمنین عیسی مسیح مرگ نمی چشن. زمانی میایه که ما زنده می باشیم. اگر امروز عیسی مسیح برمیگرده، من هنوز زنده هستم و من بالا برده میشم. شما اگر ایمان دارین بالا برده میشین. و نه تنهایی، پولس رسول در کتابی، در خط به تسالونیکیان میگه کسایی که مردن در مسیح، اول وا میخزن و دوم ما با وا یک جای برداشته میشیم. عیسی مسیح زنده هست. دو جایی است که مردم میگه که قبر خالی عیسی مسیح است. یکی ای جایی که ما ایستاده هستم و شما دیدین. جای دیگری هم هست که او را گاردن تومب میگن. در سالهای 1800 دریافت شده. و اما هیچ فرقی نداره. در هر دو جایی که شما برین، قبر عیسی خالی است. چی ایجا باشه؟ و یا چی اوجا باشه، هیچ فرقی نمی کنه. حقیقت عزیست که عیسی زنده هست. مرگ نتانست او را در قبر نگاه کنه، بلکه او امروز هم زنده هست. او به آسمان رفت، او گفت که من میرم مکان برای شما بسازم. او گفت اگر ای تو نمی بود، من پیش از پیش برای شما ای را واضح می کدم. در خانه پدر من منازل بسیار زیاد است و من میرم که برای شما جای آماده کنم. و وقتی که من ای را کردم، بر می گردم و شما را هم در اوجا می برم جایی که من هستم. عیسی مسیح میگه من راه، راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر آمده نمی تانه. ببینین قبر عیسی خالی است. او ایجا نیست. قبر خالی نگر کار یزدان ما، زنده عیسی ببین اصل ایمان ما. ای شادمانی ما که عیسی زنده است و کسی که به او ایمان میاره و هم زنده هستند و
وارث حیات جاودان هستند. و حیات جاودان چیست؟ عیسی مسیح خداوند در فصل 17 انجیل یوحنا میگه حیات جاودان ایست که خدای زنده را ما بشناسیم، عیسی مسیح را بشناسیم. ای حیات جاودان است. عیسی زنده است، شادمان باشیم، شادمان باشیم، عیسی زنده است، قبر او خالی است. فیض تو بود مسیح که بگرفت آغوش مرا، فیض تو بود مسیح که بگرفت آغوش مرا، از قید هر گناه رهم بخشید نجات مرا. فیض تو بود مسیح، هر زنده که تشنه است گمراه نشوند از این بعد، هر زنده که تشنه است گمراه نشوند از این بعد، تشنه لبان را عیسی، تشنه لبان را عیسی، آب حیات. فیض تو بود مسیح که بگرفت آغوش مرا، از قید هر گناه را بخشید نجات مرا. فیض